4 هفته تظاهرات خشونت آمیز، ده ها مجروح، صدها بازداشتی، یک کشته. فرانسه در تلاطم است. آیا صحبت های رئیس جمهوری معترضان را راضی می کند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایران. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیشب در یک نطق تلویزیونی که میلیون ها نفر در سراسر این کشوران را تماشا کردند، قول داد که حداقل دستمزدها را افزایش دهد، مالیات را برای بازنشستگان کم درآمد اضافه نکند و کارفرماها موظف شوند به کارمندانشان پاداشی معاف از مالیات بدهند. او گفت متوجه خشم عمیق مردم از اینکه احساس می‌کنند نادیده گرفته شده‌اند هست، اما اضافه کرد که این وضع در دوران او ایجاد نشده، مشکلی قدیمی است که او قصد دارد حل کند. امانوئل مکرون سال گذشته در حالی به ریاست جمهوری رسید که بسیاری در فرانسه از او امید تغییر داشتند. او که نه راست بود و نه چپ و تازه رسیده‌ای به فضای سیاسی فرانسه محسوب می‌شد، با حجمی از آمال و آرزوها به قدرت رسید. رهبری جوان و کاریزماتیک که دل میلیون‌ها فرانسوی را برده بود. 18 ماه بعد حالا نه تنها نشانی از آن همه طرفداری نیست، صدها هزار نفر از چپ‌های کارگری و راست‌های مخالف مهاجرت با بتن کردن جلیقه‌های زردشان روبروی او ایستادند. آیا قول‌های امانوئل مکرون برای بازگرداندن این معترضان به خانه‌هایشان کافی است؟ فرانسه با شورش‌های اینچنینی غریبه نیست، اما آیا جنس این یکی با قبلی‌ها فرق دارد؟ بسیاری معتقدند از جنبش مهمه 68 تا کنون فرانسه چنین وضعی به خود ندیده بود. آیا این یکی را هم می شود یک جنبش نامید؟ در برنامه امروز سه مهمان داریم: آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس 7، رضا دقتی، عکاس خبری که سالها در پاریس کار و زندگی کرده از این شهر، و همطور ارشاد علیجانی، روزنامه‌نگار شبکه خبری فرانس 24 و رادیوی بین‌المللی فرانسه. هر سه از پاریس همراه ما هستن. خوش آمد میگم به هر سه مهمان. اجازه بدید از خانم کیان بپرسم. آقای مکرون میگه این مشکل در دوران او ایجاد نشده، آیا شما قبول دارید این حرف رو؟ بله، مشکلاتی که امروز ما باش بیشتر از پیش مواجه هستیم مشکلاتی هست که سالهای سال که گریبانگیره، به خصوص اخشار کم درآمدتر جامعه فرانسه هست. به همین دلیل هم فرانسوا اولاند رئیس جمهور سوسیالیست که انتخاب شده بود برای اینکه چاره‌ای بیاندیشه، عملاً موفق نشد و کنار گذاشته شد، و آقای مکرون که حرفش این بود که با ایجاد رفرم‌های عمیق در اقتصاد فرانسه میتونه کار ایجاد بکنه، سطح درآمدها رو بالا ببره، قولهای انتخاباتی زیادی در این راستا داده بود، در واقع خودش رو بیش از پیش مواجه کرد با خواستهای مردم و الان در این یک سال و نیمه اخیر نتونسته به این خواسته ها پاسخ بده. اما از طرف دیگه ایشون بیشتر رفرم هایی که کرده به نفع اقشار بسیار ثروتمند جامعه فرانسه بوده و به در واقع ضرر اقشار کم درآمدتر و طبقات متوسط. و دلیلش هم دلیل اینکه این همه افراد رو شما امروز در بین جلیقه زردها دارید هم همینه، چون شما از کارمندای جز دارید، کارگر دارید، بیکار دارید و غیره، برای همین جنبش فراگیر هست. آقای دقتی، نظر شما چیه؟ آیا اینها مشکلات به ارث رسیده به آقای مکرون هست، یا اونطور که خانم کیان در پایان صحبتشون گفتند یه بخشی هم برمیگرده به تصمیماتی که او گرفته و تصمیماتی بوده که مردم را عصبانی کرده؟ تغییر جامعه فرانسه، تغییر اقتصاد فرانسه کار بسیار بسیار وقتگیر و دشوار و زمان لازم داره. من در اینکه این مسائلی که الان به وجود داره از خیلی وقت پیشا شروع شده بود درش حرفی نیست، و ادامه چندین رئیس جمهور و کارهای هستش که نتونستن به جایی برسونن و این ادامه داره. اما در مورد برنامه این که رئیس جمهور هستی مکرون الان نتونسته تون 18 ماه اون تغییرات رو به وجود بیاره، یکی از دلایلش اینه که من از نزدیک برنامه های اینا رو دنبال میکنم و مطالعه میکنم. اینا برنامه هایی دارن که به طولانی مدت میتونه جواب بده، برخلاف بسیاری از رؤسای جمهوری قبلی که همیشه تصمیماتی که میگرفتن میخواستن که در مورد زمان انتخاباتی اینا به نتیجه برسه. اما
کارهایی که مکرون داره انجام میده و بعضی از وزیراشون، اینا میتونن جوابهای بسیار مثبتی برای جامعه داشته باشن، برای پیشبرد جامعه فرانسه برای قرن جدید داشته باشن، اما وقت لازم داره. درسته. و این درست مثل حالتی باشه که شما یک خانه ای رو که واقعا خراب شده، برای اینکه بتونید اینو درست بکنید، مجبورید از تمام کسانی که تو خانه هستن بگین که برین بیرون تا من از بنیاد اینو درست بکنم. و مردم برای همین مدت که بیرون هستن از خانه ناسپاسی و ناراحت باشن، ولی نمیدونن که واقعا برنامه هایی در پیش هستش که بتونه بنیاد این رو درست بکنه. حدس می‌زنم مثلا یه اشاره شما به همین قضیه افزایش مالیات سوخت هست، با این امید که بلکه مصرف سوخت های فسیلی کمتر بشه و برای محیط زیست در آینده مفید باشه. اما به نظر میاد که آقای علیجانی همین تصمیم که به هر حال آقای مکرون مجبور به عقب نشینی شد از اون قبل از هر تصمیم دیگه‌ای، بسیاری رو عصبانی کرده. چرا فکر می‌کنید آیا جامعه فرانسه آماده این تغییرات نیست، یا اینکه فکر می‌کنید که مشکل اصلی کجا که الان راست های افراطی و چپ های افراطی رو کنار همدیگه قرار داده و روبروی آقای مکرون؟ همونطور که آقای دقتی و خانم کیان گفتن، یه سری مشکلات وجود داشت. یه جعبه پاندورا وسط اتاق بود. آقای مکرون با یه سری سیاست های اقتصادی فقط در این جعبه رو باز کرد، و فقط هم مسئله سوخت نبود. کاهش و کمک های مالی خانه به بخش به خانواده های فقیر، کاهش میزان کمک به حقوق بازنشستگان، یک سری سیاست های اقتصادی آقای مکرون در پیش گرفتن، در اصل ریاضت اقتصادی برای حل مشکلات عمیق اقتصادی فرانسه، از جمله میزان بیکاری بالا و میزان بدهی عمومی بسیار بالای فرانسه. فرانسه 2341 میلیارد یورو بدهی مالی داره و هر ثانیه داره 2000 یورو به این عدد اضافه میشه، و آقای مکرون تلاش میکرد، همونطور که دقتی گفتند، با راه حلای طولانی مدت عمیق این مشکل رو حل کنه. مسئله این بود که ایشون بیشتر این فشار رو برای این ریاضت اقتصادی بر طبقه متوسط و بخش فقیر جامعه گذاشتن، همونطور که خانم کیان فرمودن، و بخش به اصطلاح ثروتمند جامعه از این فشارها به نوعی معاف شدن. صحیح. و به اصطلاح یک قطره بیشتر کافی بود که این لیوان سرریز بشه و این اتفاقات اخیر افتاد. آقای علیجانی و... دیشب در این صحبت‌ها، عذر می‌خوام صحبتتون قطع می‌کنم، آقای مکرون گفت که مالیات رو برای اقشار کم درآمدتر کنترل می‌کنه، ولی اقشار پردرآمد کماکان باید مالیات بالا بپردازن، برای اینکه این وظیفه اونها هست که به هر حال بخشی از این هزینه ها رو به عهده بگیرن. آیا فکر میکنید این معترضان رو راضی میکنه یا بحث عمیق تر از این حرف هست؟ ببینید، در حرف یک مسئله است، در عمل یک اتفاقات دیگه ای داره میفته. این اگر جنبش رو فکر کنیم، جنبش فراموش شدگان هست، کسایی که به قول آقای مکرون در 40 سال اخیر همونطور که خودش گفت شنیده نشده حرفشون. دیشب بعد از حرفای آقای مکرون احساس میکنن که باز هم شنیده نشدن. حرفهای آقای مکرون برای طرفداران خودش و کسانی که در این جهان بینی فکر میکنن شاید قانع کننده بود، ولی برای جلیق زردها الزاما طرفداران ایشون نیستن. برای این افراد شاید خیلی چیز جدیدی نداشت. صحیح. مثلا 100 یورو اضافه کردن به پایین ترین دستمزد در فرانسه عملا اتفاقی بود که قرار بود تا 2021 70 یورو اضافه بشه، و آخر شب متوجه شدن که فقط 30 یورو عملا و 2 سال زودتر این میزان افزایش پیدا کرده. یا کمک هزینه بازنشسته ها، اگر کسی بشینه برای خودش، یک بازنشسته بشینه دو تا چهار تا کنه، اگر یک فردی 2000 یورو حقوق بازنشستگی میگرفته که 2000 یورو در مقیاس فرانسه برای بازنشسته میزان نسبتا زیادی هست، این حقوقش تقریبا حدود 25 تا 35 یورو فقط اضافه میشه. یعنی نهایتا حرف ها قشنگ هست، ولی در نهایت آخر ماه که حساب بانکیشون رو نگاه کنن میبینن آنچنان فرقی هم نکرده و این اعتراضات زنده موند. خب دقیقا بحث این هستش که آقای مکرون چقدر واقعا زمین بازی داره. خانم کیان، این همه همین قولهایی هم داده قولهای هزینه بری هست، و همونطور که آقای علیجانی اشاره کردن، فرانسه همین حالا هم درگیر قرضهای و وامهای بسیار کلانیه. چطور میخواد این هزینه ها رو تامین بکنه؟ اصلا چطور میتونه این قولها رو بده در این شرایط؟
ببینید دقیقاً اون صحبتی که نشد این بود که حالا این هزینه ها چگونه میتونه تامین بشه. خب یکی از طرق تامینش این هست که بر افرادی که حقوق بگیرن ولی حقوقای بالا دارن یا نسبتاً بالا دارن مالیات افزایش پیدا بکنه، یعنی اون اقشار طبقه متوسط مرفه جامعه فرانسه. ولی کاری که ایشون عملاً نکرد، یعنی قبول نکرد انجام بده، همین بود که مالیات ها بر ارث و بر طبقات بسیار ثروتمند رو ایشون از بین برد و حاضر نشد که در واقع این مالیات ها رو برگردونه. این خودش سالی 5 میلیارد یورو به فرانسه ضرر میرسونه. از طرف دیگه شرکت های خیلی بزرگ فرانسوی برای اینکه مالیات ندن یا مالیات کمتر بدن، مثل شرکت اتومبیل سازی رنو، مثل توتال، شرکت نفتی توتال، اینا اصلا هدکوارتراشون، مراکزشون در فرانسه نیست، رفتن هلند، بعضی‌ها رفتن بلژیک. و خب ببینید بایستی که رئیس جمهور بخواد که اینها مراکزشون رو به فرانسه برگردونن و مالیات رو در کشور فرانسه بدن و مالیات بدن. اگر همین کارها رو بکنه خودش سالانه حدود 20 میلیارد یورو به درآمد دولت فرانسه افزوده خواهد شد و از این طریق میتونه همون ماهی 200 یورو اضافه حقوقی رو که ژلیق زردها تقاضا می‌کردن اینها رو خیلی راحت تامین بکنه، کاری که خب آقای مکرون از انجام دادنش سربازد. یک نکته دیگر هم میخوام اشاره بکنم، فقط مسئله اقتصادی نیست، مسئله این هست که این اقشار مردمی خواهان این هستن که به نظراتشون احترام گذاشته بشه، دیده بشن، به بازی گرفته بشن، اینقدر به شکل تحقیرآمیز باهاشون برخورد نشه. ما خیلی این رو در سخنان آقای مکرون متاسفانه ندیدیم، حداقل جلیق زردها اون که به نظر میاد کماکان بر خواستهای خودشون در واقع هنوز پا بر جا موندن، هنوز احساس نکردن که دولت اینها رو به جد گرفته. آقای دقتی، به نظر میاد که این اقشاری که الان در خیابان هستند لزوماً کسانی نیستن که یک سال و نیم پیش از آقای مکرون با اون حدت و شدت حمایت میکردن. آیا این قولهایی که الان آقای مکرون میده اون طرفداران خودش رو ناراضی نخواهد کرد؟ آقای دقتی، فکر نمیکنید که این دعوا الان باعث ریزش نیرو در یک قسمت دیگه برای آقای مکرون بشه؟ من فکر میکنم که طرفدارای مکرون و اونایی که واقعا طرفدارش هستن کسانی هستن که میخوان این برنامه ها ادامه پیدا بکنه و اومدن جلیق زردها نمیتونه در مورد طرفداری اونا تغییر بده، برای اینکه اکثر جلیق زردها همونجه که شما گفتید یک مقدار زیادشون هم اینا یا از دست راستی های افراطی یا دست راستی های چپی هستن و بین اینا طبیعیه که کسانی که واقعا احتیاج دارن حرفاشون گفته بشه، شنیده بشه وجود داره. اما تغییری که الان به وجود اومده با اومدن جلیق زردها به نظر من یک شکافی به وجود آورده که میشه حکومت هنوز امکانشو داره که این شکافو ببنده. من حدود یک ماه و نیم پیش بود که ملاقاتی خواسته بود آقای مکرون باشون داشته باشم و دقیقا صحبتهایی که تو این یک ماه و نیم پیش ما داشتیم من متوجه شدم که چقدر این تو برنامه کاریش هستش که بتونه این اقشاری رو که الان در خیابون هستن بهشون برسه، بهشون کمک بکنه. و دقیقا صحبتهای ما همین بود که من چطور میتونم توی این مسائل یک برنامه‌ای داشته باشم که به این اقشار کمک بکنه. راجب جنس این افراد گفتید، راجب اینهایی که الان در خیابون هستن، من میخوام راجب جنس این اعتراضات از شما بپرسم. شما سال هاست که در فرانسه کار زندگی میکنید، در فرانسه هم شورش این چنینی کم اتفاق نمیفته، میشه گفت که فرانسه غریبه نیست با این اتفاقات، اما خیلی ها میگن این بار فرق داره. آیا به نظر شما هم فرق داشت و اگه داشت از چه نظری فرق داشت؟ طبیعیه که فرق داشت این بار با تمام تظاهرات قبلی، اما اعتراضات به این صورت رو من توی 30 سال 40 سال گذشته در حقیقت که پاریس هستم زیاد دیدم و خیلی جاها بوده که حتی خشونت از این بیشتر هم بوده. اما نوع کار و شکل کار و حتی آوردن جلیق زرد توی کار دقیقا متفاوته و به نظر من یک حادثه تاریخی داره اتفاق میفته الان تو فرانسه که اگر متوجه شده باشین
همینطور الان همین آلمان و بلژیک و حتی تو کشورهای دیگه هم مسئله جلیقه زرد داره مطرح میشه. یعنی به نوعی همون کاری رو که فرانسوی ها در انقلاب کبیر فرانسه کردن یا می 68 انجام دادن که راهی نشون دادن به مردم، الان داره همون حادثه اتفاق میفته اینجا و این کار ادامه خواهد داد به نظر من و کمک خواهد کرد به اینکه حکومت به نوعی خودشو با خواستای مردم بیشتر تطبیق بده و من مطمئنم که در آینده نزدیک این به وجود خواهد اومد. خانم کیان، شما جامعه شناس هستین، نظر شما راجع به این موضوع چیه؟ این آیا واقعا میتونه یک جنبش فراگیر باشه اونطور که جنبش مه 68 بود؟ ببینید، در درجه اول میخواستم اشاره بکنم که این جنبش نوینی هست به این معنی که فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی نقش تعیین کننده‌ای رو در ایجاد این جنبش جلیقه زردها ایفا کردن، برای اینکه هیچ کدوم از احزاب سیاسی و سندیکاهای کارگری و کارمندی دخیل نیستن در جلیقه زردها. یه جنبش واقعا خودجوش بود و جالبه که دو سه تا خانم بودن که این جنبش رو در واقع از طریق فیسبوک راه انداختن، البته بعد ابعاد بسیار گسترده‌تری به خودش گرفت. این در نوع خودش بسیار نوین هست. از طرفی دیگه فراموش نکنیم که پروسه به هر حال جهانی شدن باز تاثیر بسیاری میگذاره در نحوهی که این جنبش های نوین خودشون رو ابراز میکنن یا تشکیل میشن. ولی به گفته بسیاری از ناظران، بله، بعد از می، من خودم توی بسیاری از اعتصابات، تظاهراتی که تا حالا در سالهای اخیر در فرانسه شکل گرفتن شرکت داشتم، ولی هیچ زمانی جنبشی به خودجوشی جنبش جلیقه زردها ایجاد نشده که اقشار مختلف با ایدئولوژی های مختلف کنار هم قرار بگیرن و در واقع خواست اصلیشون این باشه که حکومت و قدرت و کسانی که قدرت رو در دست دارن، هم که گفتم، به نظرات اینها احترام بگذارن. یعنی اینها خواهان این هستن که در تصمیم گیری های سیاسی شرکت داده بشن، نه اینکه هر 5 سال یک بار بهشون بگن بیاین رأی بدین و رأی بدن و بعد هم رئیس جمهور هر کاری که دلش میخواد انجام بده، به خصوص در تحت جمهوری پنجم که میدونی تمام قدرت در واقع در دست رئیس جمهور پارلمان مثلا نقش خاصی رو ایفا نمیکنه. از آقای مکرون انتخابش این بود که ایشون در دوره دوم مقابل خانم مارین لوپن رهبر راست افراطی قرار گرفت. بسیاری از افراد به خاطر مخالفت با مارین لوپن رفتن به مکرون رأی دادن و امروز میدونید پاپولاریتی، یعنی طرفداران آقای مکرون از طرف کسایی که بهش رأی دادن 20% بیشتر نیست. این ریزش بسیار زیادی داشته این طرفداری، که این به خاطر سیاست‌های ایشون هست و نحوه در واقع اداره مملکته که بسیار از بالا به مردم برخورد میکنه. ما امروزه در تمام کشورهای جهان، نه فقط تو فرانسه، با افراد و مردم عادی روبرویم که میگن ما هستیم که ثروت رو ایجاد میکنیم، ما هستیم که از طریق کارمون ثروت رو خلق میکنیم، باید به ما به نظراتمون احترام گذاشته بشه. خیلی اشاره جالبی کردید، برای اینکه همین الان این وضعیتی که روی دست دولت بریتانیا هم مونده میشه گفت که نتیجه همین وضعیت بود. یعنی راست‌ها و چپ‌های رادیکال‌تر و اصلا مردم عادی که فکر می‌کردن دولت‌ها صداشون رو نمی‌شنون به برگزیت رأی دادن، که الان واقعا برای دولت بریتانیا به یک معضل بنیادین بدل شده. اما فراتر از این، من میخوام آقای علی جانی نظر شما رو در مورد این بپرسم که این اتفاقات اخیر چه تأثیری در موقعیت فرانسه فراتر از مسائل داخلی میگذاره. میدونیم که به هر حال الان اروپا با بعضی از بزرگترین مشکلات تاریخ خودش روبرو شده، همین قضیه برگزیت هست، مشکلاتی که الان فرانسه داره، در آلمان هم وضعیت خیلی الان نمیشه گفت که کاملا نرمال هست. فکر میکنید که فرانسه آیا ممکن هست که این اتفاقات در فرانسه را هم ببره به لبه خارج شدن از اتحادیه اروپا؟ میدونیم که راست‌های افراطی در فرانسه علاقمند هستن به این موضوع، خیلی از کسایی که الان در خیابان‌ها هستن علاقمند هستن به این موضوع. البته این مختص به راست افراطی در فرانسه نیست، چپ‌های رادیکال در فرانسه هم به نوعی ضد اتحادیه اروپا هستن، خواستار خروج فرانسه از اتحادیه اروپا هستن. نکته‌ای که بله، مسلماً این مسئله قدرت چانه‌زنی فرانسه رو در بسیاری از موارد در مذاکرات درون اروپایی یا حتی شاید بین‌المللی زیر سوال خواهد برد، قدرتش رو کم خواهد کرد، به خصوص
یکی از برنامه‌های مهمی که از روز اول نامزدیش آقای مکرون اعلام کرد که به اون توجه خاصی خواهد کرد، اونم مسئله محیط زیست بود. هم می‌بینیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدام سر این موضوع حتی تمسخر می‌کنه رئیس جمهور فرانسه رو، که دیدید که خب کوپ‌ونتان یا معاهده پاریس کار نکرد و من به شما از قبلم گفته بودم. و این هراس در این مسائلی که در پاریس به وجود اومده، خب خیلی از کشورهای دیگر رو که کشورهای مثلا اروپایی که اونها هم درگیر این چپ افراد اتحاد چپ افرادی و راست تندرو هستن رو، اونها رو هم نگران کرده که این اتحاد اگر مثلا در آلمان، در ایتالیا یا در کشور ایتالیا که اتفاق افتاده عملا اتفاق بیفته، اونها چطور باید ما این مسئله روبرو بشن. من فقط در مورد سوالی که پرسیدید من یه بازگشت به اون سوال قبلیتون داشته باشم، مسئله این شکافی که در جامعه فرانسه اتفاق افتاده. ایدئولوژی این کوکتل عجیب غریب راست جلیق زردها که از چپهای افراطی تا راستای تندرو در نشستن، این ایدئولوژی ها با ایدئولوژی و جهانبینی آقای مکرون انقدر تفاوت داره که این شکاف ها خیلی سخت هست که بشه اینها رو پر کرد. نگاه اونها به مسئله مهاجرت، نگاه اونها به مسئله کسب درآمد، ارزش افزوده، اقتصاد، نوع پخش کردن درآمدی که از مالیات ها به دست میاد، اصلا نوع گرفتن مالیات ها، نگاهشون اونقدر با هم تفاوت داره که این جمع کردن اینها به شدت کار سختی هست. یک بخش که میگه خب شاید این به نفع آقای مکرون نیست اگر اینها اینقدر با هم دیگه اختلافات عمیقی دارند، این جلیقه زرد ها که الان کف خیابون هستن، ممکن است وقتی که واقعا کار به حساب کتاب جدی برسه بپاشن، یعنی نتونن ادامه بدن. بله، این یکی از شاخصه های تمامی این شکل اعتراضات بدون سر به اصطلاح هستش که از طریق شبکه های اجتماعی به وجود میاد. درسته. خیلی ایدئولوژی خاصی ندارن، خیلی رهبر کاریزماتیک خاصی ندارن. این آسیبی هست که برای هر گونه اعتراض به اصطلاح افقی وجود داره، ولی برعکس اون هم میتونه اتفاق بیفته که در یک بزنگاه انتخاباتی این دو گروه بتونن مجموعه آرای آقای مکرون حزبش رو بذارن کنار و خودشون اکثریت رو در مجلس به دست بگیرن یا حتی به ریاست جمهوری برسن در دوره بعد. خب دقیقاً آیا این شدنی هست؟ چون مثلا الان آمار ارقامو که نگاه میکنید از هفته اول تا الان خیلی ریزش داشته، تقریبا نیم شدن. میزان حضور جلیقه زردها، بله، مثلا هفته های اول 280 هزار نفر بودن، الان 167 هزار نفر. بله، شاید آدم های به اصطلاح پای کار اونایی که تو خیابون میان کم شده باشن، ولی آدم هایی که اگر آمارها رو نگاه بکنیم، آدم هایی که حتی بدون اینکه جلیقه زرد بپوشن و تو خیابون بیان، این فرانسوی هایی که خودشون رو جلیقه زرد معرفی میکنن یا کسانی که اعلام میکنن ما از اهداف اینها حمایت میکنیم، در حال افزایش هست. در روزهای اول من آمارش رو دقیق بخونم، یه چیز حدود 24% تا 27% افرادی که در شهر کوچیک زندگی میکردن خودشون رو جلیقه زرد معرفی میکردن یا از اونها حمایت میکردن، الان رسیده به 47%. در پاریس میزان 12% بود شده، الان 33%. یعنی شاید افرادی که میان تو خیابون کاهش پیدا کرده باشن، ولی افرادی که اهداف اونها رو تایید میکنن زیادن. الان تا آخرین آماری که من دارم 72% جامعه فرانسه یا نگاه مثبتی به این جلیق زردها دارن یا اینکه اهداف اونها رو مشروع اعلام میکنن. میزان خیلی بالایی 72 دادن. بله، خواهیم که نظر شما چیه؟ آیا با این حسابی که دارن آمارش رو گفتن آقای علیجانی، فکر میکنید که این به یک جنبش بزرگتری تبدیل بشه؟ اگه کوتاه بگید که من از آقای دقتی هم بپرسم. ببینید، اون اتفاقی که افتاد این که بالاخره همین جنبش جلیق زردها دولت فرانسه رو مجبور کردن که مجددا سندیکاهای کارگری کارمندی رو که کنار گذاشته شده بودن به مذاکره دعوت بکنن. ابتدا از طریق نخست وزیر و دیشب هم آقای مکرون گفت که با سندیکاها مذاکره خواهد کرد. این خودش در واقع بسیاری چیزها رو میتونه عوض بکنه، ولی امروزه میبینیم که سندیکاهای کارگری کارمندی هم خوشحال نیستن و یعنی کافی نمیدونن اون قولهایی رو که آقای مکرون داده و به نظر میرسه که بشه کانالیزه کرد جنبش جلیقه زردها رو از طریق سندیکاها، اما خود سندیکاها امروز خواستهاشون ارتقا پیدا کرده و به همین دلیل هم فکر میکنم که کل جامعه بیشتر رادیکالیزه تر شده تا قبل. متوجهم. آقای دقتی، به عنوان سوال آخر، آیا فکر میکنید این پاشنه آشیل آقای مکرونه؟ آیا او رو مجبور به برکناری میکنه؟
من به هیچ وجه فکر نمی کنم که به این حد برسه. حتی این که این جنبش 100% جنبش بسیار مثبتی هستش و کارهای مهمی خواهد کرد، اما تاریخ فرانسه همیشه این بوده که مردم تونستن به نوعی تغییرات عمده‌ای به وجود بیارن. صحیح. اما و از این نظر هستش که فرانسه جای خاص خودش رو داره تو تاریخ دنیا. بلد. و این حرکت هم در اون حده. اما این که آسیب بسیار مهمی برای مکرون یا حکومتون بیاد، من فکر نمی کنم. برعکس، شاید بتونه که از این داستان به نوعی با کمک از این برنامه‌ای که پیش اومده مردم بیشتری رو جلب کنه. متشکرم از شما رضا دقتی، آزاده کیان و ارشاد علیجانی، ممنونم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با صفحه دو همراه بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس شما قرار میگیره، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجددا ببینید، لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه با شناسه @bbcpage2. اگر علاقمند هستید پادکست برنامه رو بشنوید، میتونید روی اپلیکیشن پادکستتون با جستجوی کلمه صفحه به فارسی در کنار عدد 2 مشترک پادکست این برنامه بشید. برنامه در صفحه فیسبوک ما هم هست، facebook.com/bbcpage2. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب و روزتون خوش.